با درود به دوستان کانال یوتیوب دلتا مدیا، امیدوارم لحظات خوب و خوشی را داشته باشید. امروز میخواییم در کانال یوتیوب دلتا مدیا راجع به همه چیزهایی که کله پاچه خورها باید بدونن صحبت بکنیم. لطفاً کانال یوتیوب دلتا مدیا را سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون از کانال یوتیوب دلتا مدیا حمایت کنید تا شما رو با جدیدترین مطالب و سرگرمی‌های روز دنیا آشنا کنیم. امروز می‌خوایم در کانال یوتیوب دلتا مدیا در رابطه با همه چیزایی که کله پاچه خورها باید بدونن صحبت بکنیم. آیا می‌دونستید کله پاچه یکی از غذاهای سنتی منطقه خاورمیانه و قفقاز جنوبی هستش که روش پخت اون در کشورهای مختلف تقریباً مشابه هستش؟ که در ایران و ترکیه این غذا به نام کله پاچه و در کشورهای عربی به نام پاچه و در ارمنستان و آذربایجان و گرجستان با نام خاش معروف هستش. کله پاچه که از پختن سر و دست و پای گوسفند تهیه میشه، از بخش‌های مختلفی چون بناگوش، زبان و مغز و چشم و گوشت و صورت و پاچه تشکیل میشه. این غذا با واحد شمارش دست به کار میره و هر دست کله پاچه شامل یک کله و 4 پاچه هستش که شایان به ذکره که آب این غذا به عنوان پیش غذا به همراه نون خورده میشه. در اینجا میخواییم از خواص متمایز کله پاچه براتون بگیم. کله پاچه غذایی پر انرژی و با کیفیت پروتئین بالا محسوب میشه. پروتئین موجود در اون برای رشد و ترمیم بسیاری از بافت‌های بدن مفید هستش. زبان گوسفند سرشار از ویتامین‌های گروه B به خصوص ویتامین B12 هستش که این ویتامین نقش مفید زیادی برای بدن داره. به عنوان مثال، ویتامین B12 در خونسازی و عملکرد سیستم عصبی نقش مهمی داره و پاچه گوسفند دارای طبع سرد هستش و خواصی چون رقیق کنندگی خون، ملین، التیام دهنده زخم‌های داخلی و افزایش دهنده شیر مادر هستش. نشان داده شده که این غذا حاوی مواد مغذی به نام کوانزیم Q10 هستش. کوانزیم Q10 به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی هستش که از طریق دفع مواد مضر تولید شده در بدن در نتیجه فرایندهای متابولیکی مختلف و جلوگیری از آسیب‌های سلولی نقش مهمی را ایفا می‌کند. همچنین استحکام عملکرد سلول، تحریک سیستم ایمنی، بهبودی و کنترل بیماری‌های فشار خون، سکته قلبی، پارکینسون، انواع سرطان‌ها و غیره از دیگر نقش‌های Q10 می‌باشد. و اما حالا می‌خواهیم از مضرات کله پاچه براتون صحبت بکنیم. کله پاچه با وجود دارا بودن پروتئین ها و ویتامین ها سرشار از کلسترول و اسیدهای چرب مضر هستش. کلسترول به عنوان چربی هستش که خاصیت رسوب کردن در عروق خونی بدن رو داره و در کنار سایر عوامل خطر منجر به انسداد و گرفتگی رگ میشه و زمینه ساز بروز بیماری های قلبی عروقی، سکته و بسیاری دیگر از بیماری های مزمن میشه. شایان به ذکر استش که در میان قسمت‌های مختلف کله پاچه، مغز گاو و گوسفند محتوای کلسترول بیشتری هستند. به گونه که مغز گوسفند به اندازه 8 زرده تخم مرغ کلسترول داره و جزء مواد غذایی بسیار پرچرب محسوب میشه. از این رو کسانی که چربی خون بالایی دارند، کلسترول و اسید اوریک خونساز بدنشون بالا هستش و مبتلا به نقرس و ناراحتی کلیوی هستن، باید از مصرف بی‌رویه کله پاچه اجتناب کنند. برخلاف تصور عمومی که کله پاچه رو باید برای افرادی که ناراحتی‌های مفصلی و آرتریت دارند مفید می‌دونند، محتوای بالای چربی‌های اشباع و ترانس موجود در کله پاچه فرایندهای التهابی موجود در این بیماران رو بدتر میکنه و توصیه نمیشه. و در کلام آخر، با در نظر گرفتن اینکه اخیراً تغییراتی از جمله مصرف بی‌رویه غذاهای آماده که محتوای چربی، قندهای تصفیه شده و نمک بالایی دارند،
کاهش فعالیت فیزیکی و غیره در شیوه زندگی افراد رخ داده است و این تغییرات زمینه ساز بروز بسیاری از بیماری های مزمن شدند. از این رو رعایت رژیم غذایی صحیح از طریق افزایش مصرف سبزی ها و میوه های تازه و غلات کامل سبوس‌دار و کاهش مصرف گوشت های قرمز و مواد غذایی پرچرب مفید خواهد بود. مصرف بی‌رویه کله پاچه به خصوص در مناطق سنتی که عادت به مصرف هفتگی این غذا دارند به دلیل مضراتی که ذکر شد توصیه نمیشه. امیدوارم کله پاچه کمتری مصرف بکنید و مراقب سلامتیتون باشید. و در آخر متشکریم از اینکه این ویدیو رو در کانال یوتیوب دلتا مدیا دیدید و با یه مطلب جدید دیگه آشنا شدید. اگر کانال یوتیوب دلتا مدیا رو سابسکرایب نکردید، لطفاً سابسکرایب کنید و با لایک و کامنتاتون از کانال یوتیوب دلتا مدیا حمایت کنید. با تشکر، کانال یوتیوب دلتا مدیا.